Ciao میچی benvenuti al Facile Come Italiano. Salam dostan, خوش آمدید به ساده مانند ایتالیایی. من رضا هستم. این جلسه تمرین داریم چه تمرینی؟ یعنی ببینید با جرأت میگم این جلسه یکی از مهمترین جلسات تمرین و مروری هست که ما تا الان گذاشتیم. سری حرف میزنم چون مباحث زیاده و توضیح طول میکشه. خب اگه سه جلسه قبل رو دیده باشید، خب که گفتم سه جلسه یه تمرین. اگه این سه جلسه قبل دیده باشید، میدونید چه نکاتی قرار راجع صحبت کنیم. پس از اهمیت این ویدیو خبردار هستید. سه جلسه قبلی راجع به افعال اصطلاحات مهم بخش دو و همچنین غذا بودن که نکات بسیار مهمی توشون گفتیم پس هر کاری دارید بذارید کنار بشینید پای ویدیو قشنگ این مباحث رو یاد بگیرید و ملکه ذهنتون کنید بریم راجع به بحث افعال خیلی سریع توضیحشون بدیم گفتیم که بحث افعال تو زبان ایتالیایی افعال همیشه با سه تا پایانبندی یا پسفند آره ایره یا ایره تموم میشن از این سه خارج نیست مثال زدیم برای آره منجر به معنای خوردن تروره به معنای پیدا کردن برای ایره سنتیره به معنای گوش دادن یا حس کردن برای ایره لجره به معنای خوندن و گفتیم افعال ایتالیایی چهار حالت دارن یا عادی هن، یا غیر عادی یا فرا کاملن یا ناقص که گفتیم افعال ناقص و فراکامل افعال زیادی رو شامل نمیشن و خیلی هم مهم نیستن افعالی که اون توی اون گروه ها هستن پس میذاریمشون کنار فعلا چون ممکنه یکم باعث پیچیدگی بشه فقط راجع به افعال عادی و غیر عادی بحث میکنیم گفتیم افعال عادی افعالی هستن که شما میتونید از روی پایان بندی یا پسوند آخرشون صرفشون رو راحت تشخیص بدی یعنی چی یعنی میگی الگوی صرف افعال آره هست او انو یعنی منجره رو که داریم میایم آرش رو میگیریم ریشه فل میشه منجی میایم این الگوی صرف رو اضافه میکنیم به منجی میشه منجو منجی منجا منجم منجام و منجن منجانو خوردن من تو او ما شما آنها به همین راحتی باز تروارم امتحانش کردیم گفتیم ترو و ترو بی ترو و ترو بی بعد گفتیم برای افعالی که پایان بندی ایره دارن الگوی صرف ما هست -E -E, او ای ای و اونو به همین راحتی یعنی yani سنتیره میشه سنتو سنتی سنت سنتی ام و سنتی برای افعال ایره هم گفتیم الگوی صرف هست -E -E, او ای ای و اونو که گفتم بس تقریبا به صورت کامل شبیه الگوی صرف افعال پایانبندی ایره هست پس لجره میشه لگو لجی لجه لجم و لگونو تموم شد بعد اومدیم راجع به دو تا فعل خیلی مهم حرف زدیم اسره و اوره بودن و داشتن گفتیم این دو تا فعل مهمترین افعال توی زبان ایتالیا یعنی به معنای کلمه مهمترین افعال هستن بودن و داشتن چون شما میخوای قید رو عوض کنی زمان عوض کنی جملت و محترمانه کنی در هر صورت باید از این فعلا استفاده کنی پس حتما این دوتا رو یاد بگیرید و گفتم که صرف اینا زمین تا آسمون با افعال دیگه فرق میکنه پس بهترین رایی که بهتون پیشنهاد میکنم برای یادگیریشون حفظ کردنه چون ببینید هم سریعتر به نتیجه میرسید هم دو تا فعل بیشتر نیستن حفظ کنید تموشن برم گفتیم صرف برای فعل اسره توی زمان مزاره هست سونو سی اس یا سونو و برای اویره هست او که گفتم اش تلفظ نمیشه او آبیامو -E -E به همین راحتی تموم شد رفت حفظشون کنید برم پی کارشون بعد اومدیم راجع به افعال خاص حرف زدیم گفتیم افعال خاص افعالی هستند که از الگوی صرف افعال عادی پیروی نمی کنن. افعال خاص یا غیرعادی. عادی اینا پیروی نمی کنن. مثل چی؟ مثل فره به معنای انجام دادن یا درست کردن نمیگی فو فی فا به خاطر اینکه افعال غیر عادی دلیلی که پدید میان این هست که اگه بیای اول صرف الگوی صرف عادی رو بهشون اضافه کنی صدای قشنگی نمیدن فیفا قشنگ نیست پس اومدن اینو غیر عادیش کردن الگوش هست برای مزاره فچو فای فا فچام و فت فنو خب میگیم فچو فچامو اول شخصا این همان هم راحته فا یا فا و فا و تقریبا به صورت کامل شبیه سر الگوی صرف افعال پایانبندی آره هستند پس این از این تموم شد رفت خیلی راحت بود بعد یه فعل خاص دیگه گفتیم بره به معنای نوشیدن گفتیم که این هم یک فعل غیر عادی و خاص هست و صرفش میشه برای مزاره به و به وی به و به و, بی و, بی و بی ونو. که اینم باز تقریبا به صورت کامل شبیه الگوی صرف افعال پایان بندی اره هستش فقط به جای که الگو رو به بی اضافه کنی اومدیم به بف اضافه کردیم تموم شد رفت بحث افعال و بستیم بریم سر بحث بعدی اصطلاحات مهم تو بخش تو بحث اصطلاحات مهم بخش دوش اومدیم بهتون یاد دادیم چجوری خودتون رو معرفی کنیم گفتیم خب فعل استره رو که بلدیم هم بلدیم میگیم ایاسون و اسمتون من هستم اسمتون میتونم فقط بگید سونو چون تو زبان ایتالیایی میتونید زمیر فاعلی رو راحت حذف کنید این فارسیه سونو رضا یا سونو رضا من رضا هستم رضا هستم به همین راحتی گفتی میتونید بگید از کدوم کشورید میگید یا سونو دا اسم کشورتون یا سونو هستم من هستم دام که تو بحث حروف اضافه کاملا توضیحش دادم اینجا معنی از میده من هستم از اسم کشورتون یا سونو ایران یا سونو پرسیا که میتونیدم آرتیکل استفاده کنید چون خیلی ها بودن اومدن به من گفتن آقا آرتیکل میتونی استفاده کنی و اینا و من گفتم که نه میشه اضافه کرد ولی اگه اضافه نکنیم از لحاظ گرامری جمله درسته چون من هر دو حالت رو دیدم و چک کردم و تو کتاب خوندم اینو دو حالت درست هستش هیچ مشکلی نداره میتونی بگی ایوسونو دل ایران میتونی بگی ایوسونو دا ایران هیچ مشکلی نداره بعد گفتم که یه حالت هم هست که ملیت تو بگی میگی ایوسونو پرسیانو یا ایوسونو ایرانیانو من ایرانی هستم اگه خانومید میگید ایوسونو ایرانیا نه یا پرسیا نه چون باید ملیتتون رو مؤنث کنید به خاطر اینکه خانم هستید این از این قضیه گفتم که یه حالت خیلی آمیانه هم توی زبان ایتالیایی هست برای گفتن کشورتون و ملیتتون اینه که بگید من از فلانجا میام میتونید اسم شهرتون هم بذارید جلوش فقط برای کشور نیست یعنی چجوری باید بعد به فعل ونیره استفاده کنی به معنای آمدن صرف این فعل هست که یک فعل غیر عادی هم هست ونگو وینی وینه veniamo, ونیت ونگونو میام میای میاد میای میایید میان خب فعل خاصه ولی یادگیریش خیلی راحته چون تفاوت زیادی نداره با همون گذاشتن الگوی صرف افعال ایره پس ونگو وینی وینه veniamo, ونیت ونگونو چجوری ازش استفاده میکنی؟ به راحتی میگی ایو ونگو یا ونگو من میام دا اسم کشورتون یا اسم شهرتون من میام از فلانجا که اگه اسم شهر رو میگید بهتره که آرتیکل رو اینجا استفاده کنید ولی بازم استفاده نکنید مشکلی پیش نمیاد حالا این از این قضیه یه اصطلاح خیلی مهم بهتون یاد دادم گفتم اون پیاچر کنا یا اون پیچر کنا به معنای خوشبختم کاملا بازش کردم تو خود جلسه اینجا فقط یکم روش مانور میدیم و رد میشیم ا اون پیاچر کنا ا ای این هست اون یک پیاچر باعث خوشبختی باعث خوشحالی اون پیچره باعث خوشحالیه باعث خوشبختیه چی کنوشر وی کنو یا این از ترکیب فعل شره به معنای شناختن یا دونستن ماهیت یک چیز به همراه زمیر مفعولی مستقیم دوم شخص جمع دوم شخص جمع بود وی زمیر مفعولی دوم شخص جمع به حالت مستقیم بود وی خب شناختن تو دیگه یا شناختن شما ای پس میگید اون پیشه رکنو شروی شناختن شما باعث خوشبختی باعث خوشحالیمه و کنو شرتی هم همونه فقط دوم شخص مفرده تو میشه تی برای آره زمین مفعولی مفرد مستقیم تی اون پیاشیره کناشرتی از دیدن تو خوشحالم یا دیدن تو باعث خوشحالی و خوشبختی منه این از این قضیه گفتم اگه یک فرد مفرده یعنی یک فرد مفرد توه ولی خیلی براش احترام قائلید می‌خواید محترمانه این جمله رو بهش بگید توی زبان ایتالیایی گفتم این ما که میگیم شما به جای تو اونا میگن لی به جای تو لی یادتون باشه سوم شخص مفرد برای مهنس. یعنی شی توی انگلیسی میمونه یعنی به تو به جن که بگن تو میگن لی میدارن احترام میذارن نه یکی بیادبیه این احترام گذاشتنه و وقتی میخواید همون اصطلاح رو به حالت معدبانه بگید میاید میگید خب لی زمیر مفعولی مستقیمش چی هست؟ لا پس میشه اون پیچهره کن و این بحثم رد میکنیم یه چیز دیگه هم گفتم تو بحث اصطلاحات گفتم وقتی یه کار بدی میکنید بخواید اصخایی کنید یک راه معدبانه و خیلی خوب برای این کار هست استفاده از کلمه سپیچنت به معنای متاسف پس میگید ایو سونو یا سونو اسپیاچنت من متاسف هستم که گفتم معدبانه است و برای این جوجا استفاده میشه برای جلب توجه هم میتونید ازش استفاده کنید اینم بگم برای جلب توجه هم میتونید استفاده کنید مثلا ببخشید میخوای نظری که جلب کنی یه چیز دیگه هم هست می دیس گفتم دیس پیچه دقیقا مخالف پیچه هره هست پیچه به معنای خو... بگم خوشایند بودن دیس به معنای ناخوشایند بودن خب پس وقتی میگی می دیس یعنی باز ناخوشایندی هست برای من خب ناخوشایند هست برای من می برای من استفادهش دقیقا این پیاچهره هست از زمیر مفعولی غیر مستقیم استفاده میکنید اینا رو نمیدونید برید جلسه هاش رو نگاه کنید اینا رو قشنگ توضیح دادم ها میریس پیاچه باعث ناخوشایندی هست برای من که این رو معمولا برای وقتی می میشت... استفاده میکنید که یک خبر ناراحت کننده شنیدید طرف میاد میگه دور از جون مثلا پدر بزرگم فوت کرد تو میگی میریس پیاچه باعث ناخوشایندی برای من ولی میتونید هم ازش برای جای دیگه هم استفاده کنید یه کار بد میکنید میخوای اسخای کنی هم میتونی ازش استفاده کنی ولی اونجاها استفادهش بیشتره نسبت به سپیچنته و خب یک کم حالت معدبانه کمتری داره نسبت به سپیچنته این از این قضیه گفتم وقتی یکی ازتون اسخای میکنه جوابش رو میخوای بدی میگی مثلا مشکلی نیست اشکال نداره اینا یه حالت خیلی قشنگ هست از استفاده از کلمه ترانکویلو یا ترانکویلا برای مؤنث ترانکویلو برای مذکر ترانکویلا برای مؤنث عذرخواهی میکنه میگه ترانکویلو یا اگه خانم ترانکویلا به معنای آروم باش یا مشکلی نیست نگران نباش خیلی کلمه پرکاربردیه یه حالت دیگه هم گفتم دینینت یا دینولا گفتم نینت و نولا جفتشون معنی هیچ میدن هیچ هیچ چیز میشه یا نولا دینینته یا دینولا یه اصطلاح خیلی پرکاربرد قشنگه برای جواب دادن به عذرخواهی و یه حالت پرکاربردترم هست وقتی میخواید جواب تشکر یک فرد رو بدید که ازتون تشکر میکنه با, دین... دینینته یا دینولا به راحتی جوابش رو میرید ببخشید من توپق دارم زیاد میزنم و سرعت حرف زدن بالا دیگه پیش میاد خب این از بحث اصطلاحات تموم شد بحث غذا خیلی کلمات زیادی گفتیم من حاضر نیستم واقعا الان تو این زمان کم بیام همه اون کلمات رو بگم اگه میخواید همه اون کلمات رو یاد بگیرید برین جلسه رو نگاه کنید فقط نکات مهمش رو میگم یک فعل کوچینره بهتون یاد دادم به معنای پختن صرفش هست کوچین و کوچینی کوچینا کوچینیامو، و کوچینانو یک فعل عادی یادگیریشم راحته و بعد یه الان جمله ساختیم با استفاده از کلماتی که یاد داده بودیم مثل, مثل مثلا یا کوچین و من سبزیجات رو میپزم تو منجی لمیلا تو سیب رو میخوری یا مثلا لی بوه لکو او آب را می نوشد فل بره رو یاد دادم دیگه او آب را می نوشد و اینجور چیزا گفتم میوه ها اکثرشون مؤنث مفرد هستند مثل میلا، بنانا، ارانچا، سیب، موز، پرتقال جمعش رو خب بلدید جمعش کنید و حالا اگه مذکر کنید این کلمه رو یعنی بگید میلو یا بنانو یا ارانچو این معنی درخت اون میوه رو میده یعنی میلو میشه درخت سیب بنانو درخت موز ارانچو درخت پرتقال یه چیز دیگه هم گفتم گفتم سوکو میشه آب میوه میخوای بگی آب سیب یا آب پرتقال چجوری میگی میای از دی استفاده میکنی چون حرف اضافه ای هست که باش میای مالکیت رو نشون میدی یا اتونه دی علی کتاب علی حالا اینجا میای میگی ایلسوکو سوکو دی میل آب میوه سیب یا آب سیب به زبون خودمون چون که اون آب متعلق به سیب هست دیگه مالکیت این آب مال سیبه دی ایل سوکو دی میلا ایل سوکو دی ارنجه. آب پرتغال آب سیب آقا این سه جلسه تموم شد نتونستم 15 دقیقه کمترش کنم متاسفم بشینید نگاه کنین دیگه خیلی نکات مهمی داره سعی کردم تا جایی که میتونم سریع بگم و تو زمان کمتری بتونم ارائه بدم حالا دیگه اگه نتونستم به بزرگ خودتون ببخشید اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما لایک یاد این ویدیو یادتون نره اگه سابسکرایب نیستید به چنل سابسکرایب کنید که از محتوای بعدی جا نمونید به خدای بزرگ میسپارم میسپارمتون شاد باشید